دل سراپرده محبت اوست، دیده آیینه دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. من که باشم در آن حرم که صبا پرده دار حریم حرمت اوست. بی خیالش مباد منظر چشم، زان که این گوشه جای خلوت اوست. هر گل نو که شد چمن آرای، ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روز نوبت اوست. ملکت عاشقی و گنج طرب، هرچه دارم ز یمن همت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست. دیده آیینه دار طلعت اوست، دل سراپرده محبت اوست. سراپرده بارگاه، همان خیمه‌ای که دور آن پارچه‌ای کشیده شده و به چیز مخصوصی اختصاص داده باشند. خلوتگاه و فضای اندرونی هم گفته می شود. وقتی حافظ از سراپرده دل صحبت می کند، یعنی این فضا برای محبت دوست اختصاص داده شده و هیچ علاقه دیگری در آن جای ندارد. آینه دار کسی که آینه مقابل کسی نگه دارد تا چهرهش را ببیند. طلعت یعنی چهره. حالا معنی بیت. اینجا حافظ خطاب به معشوق ازلی، همون آفریدگار بی همتا، تمام فضای دلم سرشار از ذوق و اشتیاق و ارادت به معشوق ازلی است. چشمانم آینه است که فروغ رخ زیبای دوست را باز میتاباند. حافظ معتقد است که این همه زیبایی ها، نقش و پدیده های موجود، ذره از فروغ روی دوست است و همین. بنابراین ما هرچی که میبینیم در حقیقت جلوه از جمال جمیل حضرت حق است و دیدگان ما به سان آینه فروغ زیبایی های او را انعکاس می دهد. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. سر در نیاورم یعنی سر فرو نیاورم، تسلیم نشود، نشم. فریب دنیا و آخرت را نمیخورد. این دو دنیا، دو کون، دو کون یعنی دو دنیا، دو عالم. گردنم زیر بار منت اوست، یعنی خود را مدیون دوست میدانم، وامدار او هستم. حالا معنی بیت. من که فرد مطیعی نیستم، من که فریب مظاهر دنیا و آخرت را نمیخورم، و من که در مقابل همه چیز عصیان می کنم و به هیچ چیز طمعی ندارم، من از بند تعلقات وارستم، لیکن وقتی در مقابل دوست یا آفریدگار یکتا قرار می گیرم، با تمام وجود خود را مدیون لطف و مرهون عنایت او می بینم و سر اطاعت فرو می آورم. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست.
توبی نام درختی در بهشت با میوه های متنوع که حاصل آن انواع میوه ها و لباس و زینت آلات بوده و به هر غرفه ای از بهشت یک شاخه از آن میرسد. همت، اراده، آرزو، عزم، خواهش. این بیت خطاب به کسانی است که تمام همتشان برای دستیابی به بهشت است و خدا را به قصد رسیدن به بهشت بندگی می کند. معنی بیت: ای مدعی که خدا را به منظور بهشتی شدن و لمیدن در سایه طوبی در بهشت پرستش می کنی، در باغچه اندیشه تو درخت طوبی کاشته شده، اما من فقط به قامت یار که از طوبی نیز دلکشتر است می اندیشم. آری، فکر هر کس به اندازه همت و اراده اوست. من قصد وصال به یار را دارم و همت و اراده و آرزویم بر همین اساس شکل گرفته، در حالی که توبه آسایش در بهشت و تو به آسایش در بهشت و تن پروری می اندیشی. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر هو با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. گر من آلود دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. آلود دامن یعنی گناهکار، عصمت پاک دامن. معنی به: اگر من عاشق گناهکارم و خطایی مرتکب شده ام، هیچ تعجبی ندارد و مهم هم نیست. چیزی که اهمیت دارد پاک دامنی و منزه بودن معشوق است. تمام پدیده های این عالم هر کدام دلیلی بر پاک دامنی اوست. من که باشم در آن حرم که سبا پرده دار حریم حرمت اوست. حرم اندرونی، خانه معشوق، خلوتگاه معشوق. سبا نسیمی که رابط عاشق و معشوق است، از جانب منزلگاه معشوق میوزد و عطر و بوی او را میپراکند و به عاشقان میرساند. پرده دار، حاجب، نگهبان. حریم، گرداگرد خانه و اطراف حرم. حرمت، آبرو، احترام، عزت. معنی بیت: خلوتگاه معشوق دور از دسترس من نالایق است. آنجا که فقط نسیم سبا اجازه ورود و خروج دارد، سبا نگهبان آن حرم لطیف و حریری است. من ناشایست چگونه میتوانم در آن حریم وارد شوم؟ وقتی نسیم نگهبان خلوتگاه معشوق است، نشانه لطافت، معنویت و روحانی بودن آن مکان است. بنابراین کسی خواهد توانست در چنین جایی وارد شود که همانند نسیم پاک و لطیف و ظریف باشد. هیچ چیز زمخت و خشن و سخت در آن راه نخواهد داشت. باید عاشق از آلودگی ها پاک شود، آنقدر لطیف و پروانه ای باشد تا محرم حرم گردد و بتواند مجوز ورود دریافت کند. هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بماند. بی خیالش مباد منظر چشم، زان که این گوشه جای خلوت اوست. منظر، دیده، نگاه. معنی بیت: دیدگان من هرگز چهره معشوق را فراموش نمی کند، چرا که او در درون چشمان من نشسته و من به هر سو که نگاه کنم او را می بینم. دیدگان من مکان قرارگاه اوست. هر گل نو که شد چمن آرای، ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست. هر گلی که با زیبایی و رنگ و بوی دلانگیز خود سبب زینت باغ و گلستان می شود، بیشک زیبایی و رنگ و بوی خود را از آن منبع مطلق زیبایی وام گرفته است. هیچ چیز در این دنیا بی لطف او زیبا نیست. همه زیبایی ها انعکاسی از زیبای بی بدیل است.
دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روز نوبت اوست. دور روزگار عهد میگه روزگار مجنون و دوران عاشقی او سپری شد و نوبت به ما رسید. در این دنیا هر کسی مهلت اندکی به اندازه 5 روزی دارد و هیچ کس زنده و جاوید نمی ماند، همگی رفتنی هستند. ملکت عاشقی و گنج طرب، هرچه دارم ز یمن همت اوست. ملکت سلطنت، پادشاهی، طرب شادی، شادمانی، یمن خیر و برکت، همت اراده. سلطنت و شکوه بی پایان عاشقی و نعمت شادمانی که نصیب من شده است، همه و همه از خیر و برکت اراده معشوق ازلی است. از سر لطف اوست که من به مقام والای عاشقی و خرسندی نایل شده ام. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست. من و دلم اگر در این طریق عشق‌بازی قربانی شدیم و از بین رفتیم، هیچ باکی نیست، چه اهمیتی دارد. سر معشوق سلامت باد که اصل و ذات هستی همه کائنات از اوست. فقر و تهی‌دستی ظاهری حافظ را مبین و در مورد او به غلط قضاوت مکن، زیرا حافظ صاحب گنجینه‌ای با ارزش و قیمتی است که هیچ در و گوهر گرانبهایی به آن نمی‌رسد. سینه حافظ سرشار از ارادت و محبت اوست.